سرخط خبرها وزارت داخلی روسیه آماده پذیرش پناهجویان افغان هستیم. خبرهای تازه از ولایت پروان در مورد حادثه ترافیکی و گرفتاری اختطافگران. ریکورد تازه راشد خان همه جهان را حیرت زده ساخت. پیشروی روسیه در جنگ نیابتی با ناتو در اوکراین و گفته های تازه لطیف پدرام در مورد ریش و خط دیورن. ویدیو شوک‌دهنده که در یوتیوب نشر نمیتوانیم، این طالب را که میبینید در یک ویدیو بسیار دلخراش ظاهر شده و یک مرده تاجک تبار را با تناب بسته و به سمت خود میکشاند و میگوید که این مهاجر است. جزئیات تکاندهنده. سلام، به کانال ما خوش آمدید. وزارت داخلی روسیه آماده پذیرش پناهجویان افغان هستیم. ولنتینا کازاکوا رئیس ریاست امور مهاجرت وزارت داخلی روسیه گفت که روسیه آماده است تا در چارچوب قوانین بین المللی به پناهجویان از افغانستان پناهندگی دهد. با گزارش سپوتنیک، خانم کازاکوا میگوید که تجربه فدراسیون روسیه اجازه میدهد تا در صورت ورود دست جمعی پناهجویان اقدامات لازم برای رعایت قوانین بین المللی انجام دهند. رئیس ریاست امور مهاجرت وزارت داخلی روسیه گفت که تا اول ماه اکتبر سال 2021 میلادی 880 شهروند افغانستان در روسیه پناهندگی گرفتند. وی گفت که در طول سال گذشته بیش از 1800 شهروند افغانستان به وزارت داخلی کشور درخواست پناهندگی دادند. در همین زمان تعداد کل شهروندان خارجی که در روسیه درخواست پناهندگی دادند از 19000 نفر فراتر رفته است. کازاکوا افزوده است که طی سالهای گذشته افغانستان به طور سنتی جزو 3 کشور برتر بوده است که شهروندان آن اغلب در قلمرو روسیه درخواست پناهندگی میدهند، اما شهروندان افغانستان روسیه را در جهت مهاجرت در اولویت قرار نمیدهد. به گفته وی، شهروندان خارجی که به عنوان پناهنده شناخته شدند و یا پناهندگی موقت دریافت کردند حق دارند در مراکز اسکان موقت در قلمرو فدراسیون روسیه زندگی کنند. رئیس ریاست امور مهاجرت همچنان گفت که روسیه پرواز تخلیه از افغانستان را برای روسها و خارجیها ترتیب دادند. خبر بعدی، در حادثه ترافیکی در پروان دو تن جان باختند. مسئولان در مدیریت ترافیک ولایت پروان میگن که در نتیجه منحرف شدن یک موتر به دریا در این ولایت دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. عبدالمناف فاروقی سرپرست مدیریت ترافیک طالبان برای ولایت پروان در صحبت روزنامه 8 صبح گفته است که این رویداد پیش از چاشت روز پنجشنبه 23 جدی در منطقه تاجیکان از مربوطات ولسوالی جبلسراج این ولایت به وقوع پیوسته است. او تصریح کرد که زخمیان و جانباختگان این رویداد اعضای یک خانواده بودند. با گفته فاروقی، این رویداد زمانی که به وقوع پیوسته است که یک موتر نو فورنر از جاده منحرف و به دریای سالنگ سقوط کرده است. فاروقی افزوده است که این موتر به دلیل یخبندان جاده منحرف شده است. گفتنی است که همه ساله در فصل سرما به دلیل یخبندان بودن جاده ها در شهرهای سالنگ شمالی و جنوبی حادثات دلخراش ترافیکی رخ می دهد. خبر بعدی، ریکورد تازه راشد خان 6 تن را در یک بازی اوت کرد. راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های تجارتی 20 اوره بیگ بوش استرالیا یک ریکورد تازه به ثبت رساند. راشد خان در بازی های چهارشنبه 22 جدی در لیگ تجارتی 20 اوره بیگ بوش استرالیا در یک بازی با حذف 6 بازیکن کرکت تیم مقابل نتیجه را به نفع تیم خودش تغییر داد. راشد خان که برای تیم ایدیلند دسترایکرز توپ میانداخت در 4 اوور بازیکن تیم مقابل را حذف کرد و یک ریکورد تازه در جهان به ثبت رساند. راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت کشور به عنوان یکی از توپ اندازان برتر در بازی های کرکت جهان شناخته می شود. خبر بعدی، آمریکا تازه ناتو را تهدید کرد. روسیه هیچ تعهد به کاهش تنش در بحران اوکراین نداده است. منبع ناتو. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا 12 جنوری گفته است که روسیه پس از 2 دور مذاکرات دیپلماتیک در هفته جاری متحد به کاهش تنش در مرز اوکراین نشده است. شرمن تاکید کرده است که نشست روز چهارشنبه میان ناتو و روسیه با چالش محتاطانه از سوی متحدان ناتو در برابر روسیه پایان یافت. تا به فرصت‌های ارائه شده از سوی جامعه بین‌الملل برای کاهش تنش در مرز با اوکراین و انتخابات مسیر دیپلماسی پاسخ دهد. اما شرمن که با قاطعیت در مورد پیام واحد غرب به مسکو پس از نشست 4 ساعته در بروکسل صحبت کرد و گفت که آمریکا و متحدان غربی آن هنوز نمی‌دانند
که اهداف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از نشست‌های دیپلماتیک چیست، در حالی که بیش از 100 هزار سرباز روسی در مرز اوکراین مستقرند. در بیانیه روز چهارشنبه مقامات روسیه پیشنهاد کردند که در صورت شکست تلاش‌های سیاسی مسکو می‌تواند به اقدام نظامی متوسل شود. این هشدار یک روز پس از آن صادر شد که ارتش روسیه تمرینات شلیک مستقیم در امتداد مرز را انجام داد. CNN نوشته است که مقامات ارشد دولت آمریکا اعلام کرده‌اند که در جریان مذاکرات این هفته آمریکا گزینه‌های تحریمی را در صورت حمله روسیه به اوکراین نهایی کرده است. مسکو در جریان 2 ماه گذشته 10 هزار سرباز را در نزدیکی مرز خود با اوکراین جابجا کرده است. حالا می‌پردازیم به خبر وحشتناک. منبع افغانستان انترنشنل. در یک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک جنگجوی طالب جسد فردی را روی زمین می‌کشد و کنار 2 جسد دیگر قرار می‌دهد. جنگجوی دیگر که این صحنه را ضبط می‌کند، تاجک‌ها را مهاجر خطاب می‌کند. به نظر می‌رسد که هر 3 مرد مقتول تاجک تبار هستند که توسط این جنگجویان بی‌رحمانه و قتل رسیده است. خبر بعدی، لطیف پدرام تازه میگوید که تصمیم مرز رسمی بر عهده مردم است و تصمیم ریش مردم در دست طالبان. لطیف پدرام در واکنش به صحبت‌های اخیر فرستادن طالبان در اسلام آباد مبنی بر این که مسئله خط دیوران و تصمیم مردم افغانستان بستگی دارد، گفته است که بیچاره مردم افغانستان که مسئله تقسیم مرز بین المللی بر عهده آنان است، اما تصمیم داشتن ریششان بر عهده طالبان است. لطیف پدرام نماینده پیشین مجلس و سخنان اخیر فرستاده طالبان در اسلام آباد واکنش نشان داد و گفته است که بیچاره مردم افغانستان که مسئله مرز رسمی بین المللی بر عهده آنان است، نه حکومت. اما تصمیم ریش، کشف و لباس مردم که مسئله شخصیشان است، در دست طالبان است. لازم به ذکر است که پیشتر احمد خان شکیب فرستاده طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد در واکنش به جنجال‌های اخیر درباره خط دیورند میان افغانستان و پاکستان گفته بود که تصمیم‌گیری درباره این خط بر عهده مردم افغانستان است.